مازیار زاره روی شوتایو هم احتمالا حساب باز کردن. نوری پاس در عمقش برای رضایی، فرصت به کریمی، علی کریمی با پشت پا رضایی، کورنر، زنگ خطر اول رو پرسپولیس به صدا در میاره. هدایت مومبینی میگه یه بار دیگه این سمت اعلام خطا. بلا فاصله مجتبی جباری کار رو شروع میکنه. حالا یه فرصت برای امیرآبادی، میفرسته توپو دفع ناقص، این ضربه چکشی به مدافعین برخورد میکنه، ضربه دروازه شکل. اندو تیموریان به خطا بادامکی رو متوقف کرد. مجتبی شیری در این سمت توپ رو بلند میفرستن. حنیف یه لحظه جا موند. فرصت به غلامرضا رضایی، عمرانزاده خودش جبران میکنه. رضایی یه لحظه تعلل رسید روی خط، اما آی سخندان اینجا پرچم زده که توپ از خط گذشته. چیزی که یه لحظه اشتباهی نور محمدی، میداودی، خود میلاد میداودی، ضربه نهایی او اصلا شباهتی به اون فرصت خوبی که به دست آورده بودند نداشت. تیم با توجه به اینکه قهرمان جام حذفی هم میتونه مستقیم بره به رقابت‌های آسیا، ببینیم با این توپ چه کار میکنه. میثم حسینی با پشت با توپ برسد، فرصت برای استقلال. به اندازه یک کف پا کم آورد فرهاد مجیدی برای باز کردن. دو تیموریان، میثم حسینی در قلب خط دفاعی جواب بهتری داده بود، اما خب این بار هم در سمت چپ رو به اجبار به کار گرفتن. آرش برهانی پاس در عمق خوب برای فرهاد مجیدی، خود مجیدی میفرسته توپو به روی دروازه. میداودی جاموند، آرش برهانی یه بار دیگه استقلال، فرصت برای آندرانیک تیموریان. بازی داره گرم میشه. بعد از دقایق هم از نفراتی بود که گفته میشد از آمادگی 100% برخوردار نیست، ولی خب وضعیت پرسپولیس اینطوری نیست که خیلی رو مهرهای 50-50 حساب نکنه. فول حرکت میکنه فرهاد مجیدی، همه رو جا گذاشته، خودش ضربه رو میزنه. کاپیتان استقلال چیزی نمونده بود که پنجمین گل خودش رو دست و یکمین دیدار دو تیم گل برتری رو زد و با گل مهرزاد معدنچی اونا تونستن 2-1 استقلال رو ببرند. تکل استقلال رو در اون بازی امیر حسین صادقی زد. فرصت است برای آرش برهانی، موقعیت برای فرهاد مجیدی. چه توپی رو از دست داد فرهاد مجیدی، ببینیم حسرت این موقع. صحنه تاثیرگذار بود حرکت و سرنگونی فرهاد مجیدی در اون محوطه جریمه. خود مجیدی به روی دروازه، فرصت برای استقلال. چیزی نمونده بود که دروازه رو باز بکنن. آرش برهانی وقتی نامید شد از خطا نیست. میداودی علی کریمی خودش با تکنیک بالا در عرض، فرصت برای پرسپولیس. مهرداد اولادی فرصت طلایی رو به دست فرهاد مجیدی برخورد میکنه. آیمون بین خطا رو اعلام کرد، خیلی جلوتر بعد توپ رو میکارن و میزنند. یه بار دیگه مشتبه شیری به روی دروازه، فرصت برای اولادی، توپ رو پاش ننشست، این توپ قرار گرفته. آخرین فرصت این دیدار به روی دروازه و دستای حقیقی اعلام میکنه که بازی در نیمه اول بدون گل مساوی، دو تیم به رختکن میرن، به پایان رسید. اجازه بدید که ما هم استراحتی کوتاه بکنیم، همانند بازیکنان دو تیم در پخش شبکه 3 و عزیزانمون در فوتبال برتر با شما همراه خواهند بود. 11 خطا پرسپولیس، 7 خطا استقلال، 4 کورنر پرسپولیس، 1 استقلال، 5-2 شوت به نفع استقلال، شوت به دروازه 1-0، آفساید 1-1. موقعیت خطرناک فرهاد مجیدی که خیلی هم خطرناک نشون داده کاری رو بخواد صورت بده. مدافع 1.85 سانتی متری بورکینا فاسوی سابقه بازی در تیم ملی بورکینا فاسو رو هم داره. مامادو تال کورنر رو بلند میفرستن به روی دروازه. حنیف عمرانزاده ضربه سر رو زد به سمت دروازه، اما زیاد هست. کریمی یه موقعیت، فرصت برای علی کریمی، خودش رو پای چپش، علی کریمی
آه از نهاد هواداری پرسپولیس بر اومد روی این صحنه. 5 دقیقه. یه ضربه شور مجدد دیگه برای استقلالی ها. حالا برای رحمتی، خود رحمتی مستقیم بزنه به سمت دروازه، اما دور از چارچوب. ببینیم چندمین کرنر استقلال هست. ممنون خواهیم شد. تیموریان پشت توپ ایستاده، میزنه توپ رو بلند به روی دروازه. یه فرصت، به زیر توپ ضربه میزنه شریفات و این موقعیت از دست میره. دومین موقعیت پیاپیه که فشنگچی، بادامکی، کریمی زاره میخوره به مدافعین و میرسه سید مهدی رحمتی. چه یک و دو برخوردهای عجیب و غریبی اتفاق افتاد. یک بار دیگه ببینیم، کریمی خودش مستقیم میزنه، رحمتی توپ رو مشت میکنه. موقعیت ایدئال که درست جایی بود که رحمتی حضور داشت. 18 ثانیه از وقتهای تلف شده هم گذشته. زاره، حالا این بار نوبت پرسپولیسه. شاید علی کریمی، فرصت از خود کریمی، مستقیم دستهای رحمتی توپ رو میگیره. دو تیم تازه یادشون افتاده که باید شاید آخرین حمله تیم پرسپولیس باشه به روی دروازه استقلال. علی کریمی خودش در عرض، فرصت برای مازیار زاره. فشنگچی میفرسته، فشنگچی به روی دروازه، از همه عبور میکنه، از همه قرمز آبی پوشانه حاضر در مقابل دروازه رحمتی توپ بعد از عبور کرد. استراحتی که دو تیم خواهند داشت، هدایت منبینی در سوت پایان بازی میدمه. 5 دقیقه برمیگردیم به استودیو. آمار رو دارید میبینید، 16-14 تعداد خطاها، 5-5 کرنرا مساوی بوده، 7 شده استقلال، 5 تا پرسپولیس. باز هم استقلالی ها. آرش برهانی، جباری بهش نزدیک شد، تیموریان، امیرآبادی از راست تو رفته، حالا برای او موقعیت هست. یه پاس پشت مدافع، این فرصت به جباری و توی دروازه، توی دروازه. مشتبه جباری گره کور این بازی رو جباری برای استقلال باز میکنه. پرویز مظلومی هم این بار جشن شادی برقرار کرده، اما مشتبه جباری ترجیح میده همونجا. یک بار دیگه ببینیم چه اتفاقی افتاد. پاس عالی که در عمق فرستاد نفوذ جباری و به همین ترتیب حساب کار 1-0. مهدی امیرآبادی شاید طلایی ترین پاس دوران بازی خودش رو داد با این حرکتی که انجام داد. نور محمدی که خوب بازی کرده بود جاموند، جباری تو رفت و به این ترتیب حقیقی رو مغلوب کرد مشتبه جباری. استقلال 1-0. بازی مطمئنن جذابتر خواهد شد. پرسپولیس چیزی برای از دست دادن نداره الا اینکه حمله بکنه. غلامرضا رضایی، خود رضایی ضربه رو میزنه و رحمتی میگیره. یه بار دیگه امیرآبادی، یه فرار با تأخیر توپ رسید به شریفات. یه بار دیگه در برگشت آندرانیک تیموریان، برهانی، جباری، حالا همون پاس او برای برهانی، فرصت حقیقی، توپو بر میگردونه. کریمی، یه بار یه فرصت هست پشت مدافعین برای فرهاد مجیدی، به استقبال توپ میاد حقیقی، درون محوطه جریمه و پنالتی، پنالتی به روی فرهاد مجیدی. محمد قرار میداد، ببینیم حقیقی کم آورد و اینجا دیگه یه دست گذاشت رو شونش، همین هم باعث شد که فرهاد مجیدی سریع تعادلش رو به هم بزنه و اعلام پنالتی. میتونه گل دوم خودش رو در این مسابقه بزنه یا نه، علیرضا حقیقی است و او حالا جباری میزنه و توی دروازه، توی دروازه. استقلال 2-0. ببخشید، مشتبه جباری 2-0.
سنگینی میکنه. حمید استیلی که حالا صرف نظر از مسائل فنی بدبیاری هایی هم داشت، مجتبی جباری استقلال رو 2-0 پیش میاندازه. یک بار، فقط و فقط یک بار یه بازیکن تونست هتریک بکنه در رقابت. 60-70% پرسپولیسی های حاضر در ورزشگاه ترک کردن ورزشگاه رو. یه بار دیگه فرصت هست، موقعیت، ضربه، عکس العمل رحمتی نمیذاره دروازش بلو برای یه بار باز بشه. فرصت هست همچنان و کورنری که به دست اومده، کورنر رو کوتاه فشنگچی کار میکنه. رضایی، دوستان میگن که بیش از 3,700,000 نفر تا این لحظه در مسابقه ما شرکت کردن. فرهاد مجیدی خودش رو میرسونه به توپ، همچنان ارسال توپ، یه موقعیت، فرصت برای استقلال و این هم دستای حقیقی که مانع از به ثمر رسیدن گلی دیگر میشه. سوت پایان بازی رو هدایت مونبینی اعلام میکنه. در پایان 120 دقیقه استقلال 3-0 پیروز میشه.